داستان به صرف شام زن نشسته بودن و شوهری نشسته بودند و یک لحظه شوهر به همسرش گفت میخواهم بعد از چندین سال پدر و مادرم و برادرانم و بچه هایشان را فرداشب به صرف شام دور هم جمع کنم و زحمت غذا درست کردن را برایت میدم زن با کراهیت گفت انشالله خیر میشه مرد گفت پس من میرم به خانوادم اطلاع بدم روز بعد مرد سر کار رفت و بعد از برگشتن به منزل به همسرش گفت خانوادم حالا میرسن شام آماده کردی یا نه هنوز زن گفت نه خسته بودم حوصله نداشتم شام درست کنم آقا خانواده تو که غریبه نیستن یه چیز حاضری درست میکنی مرد گفت خدا تو رو ببخشه چرا از دیروز من نگفتی نمیتونی غذا درست کنی آخه الان میرسن من چیکار کنم زن گفت با آنها زنگ بزن و از آنها عذرخواهی کن اونا که غریبه نیستن. مرد با ناراحتی از منزل خارج شد و بعد از چند دقیقه در به خانه به صدا در آمد. و زن رفت در رو باز کرد و پدر و مادر و خواهر و برادرانش را دید که وارد خانه شدند. پدرش از او پرسید پس شوهرت کجا رفته؟ زن گفت تازه از خانه خارج شده. پدرش گفت دیروز شوهرت آمد خانه ما و ما را برای شام امشب دعوت کرد مگر می شود خانه نباشه. و زن متعیر و پریشان شد و فهمید که غذایی که باید پخ می برای خانواده خودش بوده نه خانواده شوهر. سریع به شوهر خود زنگ زد و به او گفت که چرا زودتر به من نگفتی که خانواده مرا برای شام دعوت کرده بودی. مرد گفت خانواده من با خانواده تو فرقی با هم ندارم. زن گفت خواهش میکنم غذا غذایی چی در خانه نداریم. زود بیا خرید کن. مرد گفت جایی کار دارم. دیر میام خانه. اینها هم خانواده تو هستند فرقی نمی کند یک چیز حاضری درست کن برایشان بده همانطوری که خاصی حاضری به خانواده هم بدهی و این دستی برای تو باشد که به خانواده هم احترام بگذاری پس با مردم همانطور معامله کن که برای خودت دوست دار